حمید سلام. درود، خسته نباشی. ممنون به همه عزیزانی که صدای منو میشنون. صدا میاد خوب؟ بله بله صدا عالی. خب من فکر میکنم یکم بحث آزاده، درسته؟ اول که یکم بله راجع به خوشحالی فقط بود. یه چیزی همه جا فقط چون که چهار نفر منتظرن، اگه بریم سراغ اصل مطلب سریع خیلی خوب میشه. خب اصل مطلب چون بازه، من یه شادی رو گفتین، یه دین شادی که حق هم است، هر موجودی باید شاد باشه، چون اگه شاد نباشه زندگیشو از دست میده، رو به سمت سقوط میره، حتما نتایج خیلی بدی خواهد گرفت. دین تأثیر داره تو شاد نبودن مردم، چون شادی رو سرکوب میکنه، به خاطر اینکه نمیخواد مردم سرزنده باشن، چون اگه مردم سرزنده باشن مغزشون کار میکنه، یعنی مغز اونجا یه اتفاقایی داره میفته، یه چیزایی اونجا داره به اصطلاح انتشار پیدا میکنه. وقتی که شما شاد هستی، ذریب هوشت باز میشه، اصلا محیط رو بهتر میبینی، درک بالاتری پیدا میکنی، اما دین اینو سرکوب میکنه. علت چیه؟ همونطور که گفتی با غارت جان چیزی میخواست بگی؟ آره نه اینجوری هم نیست همیشه ها. ما خیلی موقع ها بهتری، ما توی استرس که باشیم بعضی از موقع باهوشترین موقع هامونه. یعنی ببینید دین یک چیزی نیست که مثلا خودآگاه باشه بیاد ببینه که چی به ضرر جامعه است، بعد تعیین کنه که من این کار رو بکنم که اینا ناراحت باشن، چون اگه ناراحت باشن باعث میشه که نتونن فکر بکنن، اگه نتونن فکر بکنن من باعث یعنی من به نظرم شما یک چیز خیلی پیچیده ای رو خیلی به شدت ساده کردین و مثلا یک چیزایی رو به هم وصل کردین با مثلا تک علتیش کردین، در صورتی که مثلا دارین در برای یک چیزایی تو جامعه صحبت میکنین که انقدر علتاش و رحوه تأثیر گذاشتنش و هم انقدر پیچیده است که نمیشه به این شکلی که شما گفتین. ادامه میدم. ببین وقتی که همین گرفتاری برای یه فرد پیش میاد، مسلما خوشحال نباید بود. وقتی که شما گرفتار میشی، اصلا امکان نداره که خوشحال باشی. وقتی که مشکلاتت بیشتر میشه، ناراحتی میشی، اصلا متوجه موضوع بعدی تو زندگیت هستی. ولی وقتی که شادی، دائما میتونی به موضوع بعدی بری، چون از اون نتیجه گرفتی که شادی، خوشحالی. به این راحتی نیست. نه اصلا به این راحتی نیست. چرا؟ همین راحتی. من از زندگی خودم میگم، من حداقل نزدیک خودت تعیین کن زندگی شخصی خودت به هیچ وجه. ببینید این که مثلا خوشحالی تو زندگی مردم چه تاثیر میذاره، ناراحتی چه روز زندگی مردم تاثیر میذاره، اینا یک بحث انقدر پیچیده است که یک ببین مثلا که این دو تا قسمت هست، روانشناسی و جامعه شناسی رو با هم قاطی داره میشه. خب و روانشناسی و جامعه شناسی وقتی نزدیک هم میشن، انقدر فاکتورایی که روی زندگی مردم تاثیر میذاره انقدر زیاد میشه که اینکه بیان ببینیم چی دقیقا باعث چی میشه، خیلی خود دانشمندا و کسایی هم که دارن اینا رو مطالعه میکنن کلی با هم اختلاف نظر دارن و هیچ کدومشون به این شکلی که شما سادهش کردین سادهش نکردن. ببین نه همین جان تو داری میگی، ولی زندگی، ولی ببین تو روش نتیجه گیریت خیلی روش مثلا استدلالت خیلی ساده است. تو داری میای ببین زندگی شخصی خودم، خب من یه چیز، تو اگه زندگی شخصی خودت استفاده میکنی، خب منم یه چیز دیگه به تو بگم. من موقعهایی که شاد بودم اتفاقا خیلی تنبل شدم، برای که همه چی خوب بود و هیچ احتیاجی لازم نبود که من داشته باشم برای اینکه بیام فکر بکنم که چجوری همه چی رو بهتر کنم. اتفاقا خب موقعهایی که تو زندگی، بذار من بگم، تو زندگی شخصی خودم اگه بخوام استفاده کنم، موقعهایی که اتفاقا من استرس داشتم و یه چیز اتفاق بدی افتاد، موقعهایی بود که من بهترین زرنگ بازی ها رو انجام دادم. یعنی به خاطر فکر می‌کردی زرنگی. تو اصلا تو من دیگه حرف بزنم. بگو. ببین شما وقتی که استرس داری، میخوای از گرفتاری نجات پیدا کنی. خب گرفتاری برات هست، میدونی بعد از اون یه ناراحتی عمیقی برات بال داره. خب اونجا داره فکرت کار میکنه که من چیکار کنم که از این گرفتاری پیش بیام بیرون. ولی وقتی که خوشحالی، گرفتاری نداری که خوشحالی، که به خاطر همون احساس فکر میکنی که من الان مثلا همچین مغزم انگار کار نمیکنه، آمار داری، سند داری، مطالعه کردی اینکه روان انسان چجوری کار میکنه، تو جامعه شناسی مثلا تخصصی داری که اومدی نشون دادی که چه چیزی باعث خوشحالی مردم روزه جامعه خودم
جامعه خودم. نه جامعه نه خودم. تجربه شخصی تو نمیگم، مطالعه دارم ها. یعنی یک تحقیقی میارم. تو فقط زندگی مثال ببین، من مثال از زندگی شخصی خودم زدم برای این نبود که بگم این درسته، من داشتم مثال میزدم که چقدر این روش اشتباهیه برای نتیجه گیری. تو من میگم این از کجا میدونی؟ میگه خب من تو زندگی شخصی خودم، این بدترین روش نتیجه گیری هست. خب تجربه های شخصی خودمون و داستان هایی که داریم بدترین روش نتیجه گیری هست. من میگم این چیزی که شما دارید نتونستم ادامه بدم. بگو. ببین من وقتی دارم میگم تو زندگی خودم، تو زندگی خودم، تو جامعه خودم مشاهده کردم. خب یه وقتی هست ما باید دانشمند باشیم، عالم باشیم. ما که نیاز نداریم هرچی ببینیم که خودمون عالم بشیم. بخیر کور که نبودیم، حس که داشتیم، عقل که داشتیم، چش که داشتیم، انقدر شعور که داشتیم. من عکس دارم، فیلم دارم از جامعه خودم، از محله خودم، آدمایی که میشناختم. بالاخره من که کور نبودم که هر چیزی بالاخره یه دانشمند بیاد به من بگه این اینجوریه. آب که معلومه باعث رفع تشنگی، اینو من فهمیدم. یه دانشمند نیاز نبود اینو بیاد هر دفعه به من بگه. خیلی از این دانشمندا اینا مگه در خدمت همین افراد حاکم زورگو مگه نیستن؟ من هر چی بخوام به اونا گوش بدم که هیچی، من انگار کور و کرم مگه؟ خب برو بر اساس همون چیزی که میبینی برو نتیجه گیری خب. بکن که زمین صافه، جامعه من، محله من، برو نتیجه برو بر اساس همون چیزی که خب. میبینی نتیجه همون دارم میگم که زمین صافه. معذرت میخوام، نه تا اونجاش پیش در رفته منو سم کن. یکم باید بخندم ببخشید. خواهش، نه بخیر. خب سعی میکنم خودم رو کنترل کنم. ببین نه، چیزایی که برام ملموس قابل فهمه خب میفهمم، اونایی که نمیفهمم و خب سعی میکنم بپرسم بفهمم بخونم. بالاخره هم درس خوندیم، این هم کتاب خوندیم، این همه دیدیم و فهمیدیم. بالاخره یه چیزی فهمیدیم یا نفهمیدیم، هیچی هم نفهمیدیم. خب اون مشاهدات من از اقوام، از اون دوستا، از این خاطره هایی که گذشت، میفهمیدم اون موقع ها آدمایی که خوشحال بودن بیشتر میفهمیدن، بیشتر درک میکردن، بیشتر هم پول در می آوردن. خب اینا با هم ارتباط داره. وقتی که شما ناراحتی، احتمالا زیاد نتونی خوب پول در بیاری، زندگی شادی نخواهی داشت. زندگی شاد با پول گفت جانب. حمید ببین من برای این واسه طرفی میپرم، برای اینکه یه چیزایی رو داری میگی که الان برای بار چهارمه داری همون رو تکرار میگی. من تو میگی من نمیذارم بگی، ولی خب برای این دارم، برای یه چیزی رو گفتی تو الان به طور فکر کنم بار پنجمته که داری میگی خوشحالی باعث میشه که مردم بتونن بهتر فکر کنن. خب الان بله. میگی نمیذاری من توضیح بدم. خب اگه توضیح دادن تکرار همون چیزی که گفتی، من دیگه چی رو بذارم برم نفر بعد؟ یه چیزی فقط بگم همین جان، تو اگه میگی من خوندم مطالعه دارم، برو یه ذره بیشتر مطالعه بکن که ببینی که این روشی که تو داری برای نتیجه گیری اثبات شده که بدترین روش برای نتیجه گیری هست. یعنی این روشی که من رفتم دیدم، آدم ها باشون صحبت کردن، زندگی خودم رو دیدم و به این نتیجه رسیدم، برو مطالعه بکن که ببینی این اتفاقا معروفه به بدترین روش نتیجه گیری از یه چیزای پیچیده مثل جامعه و روش شناسی. بسیار خوب. اگر خوشحالی نتیجه نمیده که دیگه من میرم الان غمگین میشم. من ببین به این میگن مغلطه قهرمان. نه مغلطه نیست اتفاقا، ما پس باید نه خوشحال باشیم نه غمگین، همجور معمولی باشیم. آره من اصلا همش صحبت ببین تو ببین اصلا گوش نمی کنی من دارم چی میگم. من چرا من فهمیدم؟ نه نفهمیدی، از معلومه از نتیجه گیری که کردی از این که من چی میگی گفتم مشاهده. برو بیشتر بخون. خب باشه من میرم میخونم. اولا که ما خوشحالی برامون هدفه نه ابزار. خب یعنی ما میخوایم یک جامعه خوشحالتر باشه، نه اینکه به خاطر اینکه باعث این میشه که بهتر بتونن فکر بکنن. برای ما برعکسه، ما میخوایم جامعه بتونه بهتر فکر بکنه برای اینکه اون باعث خوشحالی میشه. خب یعنی ما میتونیم نتیجه بگیریم که چجوری جامعه رو، یعنی ما خوشحالی مردم برامون ابزار به یک هدف دیگه نیست. ما بقیه، ما مثلا روش تفکر منطقی، علم، همه چی اینا اونا برای ما ابزاره برای اینکه هدف آخرمون خوشحالی مردمه. یعنی تو اگه میگی که یکی دیگه، هم من نگفتم این نوع رو هم تاثیر نداره، به شدت تاثیر داره. خب اینکه مردم چجوری فکر میکنن، به چه چیزایی فکر میکنن، زندگیشون چجوری خواهد بود، خوشحالیشون روش زندگیشون تاثیر داره، معلومه که تاثیر داره، مگه میشه نداشته باشه؟ خب ولی تاثیرش چیه به اون واضحی که تو میگی نبود.
خیلی بستگی داره تو چه زمانی، تو چه شرایطی، چه فاکتورهای دیگه رو جامعه تاثیر میذاره، از شخص به شخص فرق میکنه. معلومه که تاثیر داره، ولی اینجوری که تو داری میای کلیگویی میکنی و ساده میکنی و تک علتی میکنی یک سری چیزا رو، من میگم اینجوری ساده نکنه یک سری موضوعای به این پیچیدگی رو. پس یه کار میکنیم، میخوایم نفرهای بعدی صحبت بکنن، من منتظر بشم راجع به هر کدوم از اون فاکتورهایی که مد نظرت و احتمالاً برات بیشتر تاثیرگذار خودشو مینمایه راجع به اونا صحبت کنیم. فکر خوبیه؟ خب این میشه، باید یک ما به عبارت دیگه تو میگی که ما تمام مکتب جامعه شناسی و روان شناسی رو بیایم توی 10-20 دقیقه با هم اینجا خلاصه کنیم. نه، هر یه دو سه تا فاکتور، زیاد نیاز نیست. آره میتونیم بعضی از فاکتوراشو بیام صحبت کنیم. فکر خوبیه، من ترجیح میدم پس ساکت باشم بقیه دوستان بیان که وقت اونا رو اگه بخش شد برای اینکه باشه. فعلا ممنون همه جان، خدافظ. قربانم.